به نام خداوند بخشنده مهربان، دنباله سوره حج از آیه 73 آن را برای شما در آغاز نوار 16 قرائت می کنم. این مشرکان مقام خدا را نشناختند که خدا ذاتی است بی نهایت توانا و بی همتا، وگرنه جماد ناتوانی را خدا نمی خواندند. خدا از میان فرشتگان و آدمیان رسولان خود را برمی گزیند که همانا خدا به سخن عالمیان شنوا و به لیاقت آنان بیناست. او به علم ازلی آنچه در نظر این مردم پیدا و آنچه ناپیداست همه را می داند و بازگشت کلیه امور به سوی خداست. ای اهل ایمان، خدای را در نماز موقع رکوع و سجود به یاد دارید، با توجه و بیریا و خالص او را پرستید و کار نیکو کنید، باشد که رستگار شوید، و برای خدا حق جهاد در راه او را با دشمنان دین و با نفس اماره به جای آرید و در طلب رضای او به قدر طاقت بکوشید. او شما را به دین خود سرفراز کرده و در مقام تکلیف بر شما مشقت و رنج ننهاده، و این آیین اسلام مانند آیین پدر شما ابراهیم خلیل است که خدا از این پیش شما امت را در صحف او و در این قرآن مسلمان نامیده تا رسول برای شما و شما برای سایر خلق گواه خدا پرستی باشید. پس نماز به پا دارید و زکات مستحقان بدهید و به خدا و کتاب او متوسل شوید که او پادشاه و مولا و نگهبان و حافظ شماست. در اینجا سوره حج که شامل 78 آیه بود به پایان میرسد. میرسیم به سوره مؤمنون که در مکه معظمه نازل شده و مشتمل بر 118 آیه میباشد. به نام خدای بخشنده مهربان. همانا اهل ایمان به فیروزی و رستگاری رسیدند، آنان که در نماز خاضع و خاشع هستند و آنان که از لغو و سخن باطل اعراض و احتراز می کنند و آنان که زکات مال خود را به فقرا می دهند و آنان که اندامشان را از عمل حرام نگاه می دارند مگر بر جفتهایشان یا کنیزان ملکی که متصرفی آنها بوده است، که هیچ گونه ملامتی در مباشرت این زنان بر آنها نیست، و کسی که غیر این زنان حلال را به مباشرت طلبت البته ستمکار و متعدی خواهد بود، و آنان که به امانتها و عهد و پیمان خود کاملا وفا می کنند و آنان که بر نمازهایشان محافظت دارند، چنین کسان وارث مقام عالی بهشتند که بهشت فردوس ارث آن خوبان و منزلگاه ابدی آن پاکان است. و همانا آدمی را از گل خالص آفریدیم، پس آنگاه او را نطفه گردانیده و در جای استوار قرار دادیم، آنگاه نطفه را علقه و علقه را گوشت پاره، و باز آن گوشت را استخوان، و سپس بر استخوانها گوشت پوشانیدیم، پس از آن خلقتی دیگر انشاء نمودیم. آفرین بر قدرت کامل بهترین آفریننده. باز شما آدمیانی که بدین ترتیب خلقت شدید همه خواهید مرد و آنگاه روز قیامت به یقین تماماً مبعوث خواهید شد، و همانا ما فوق شما خاکیان 7 آسمان را بر فراز یکدیگر آفریدیم و لحظه ای از توجه به خلق و التفات به عوالم بی نهایت آفرینش غافل نبوده و نخواهیم بود. و ما برای شما آب را به قدر معین از آسمان رحمت نازل در زمین ساختیم و محققا بر نابود ساختن آن نیز قادریم. آنگاه ما به آن آب برای شما باغها و نخلستانهای خرما و انگور ایجاد کردیم و میوه‌های گوناگون بسیاری که از آنها تناول می‌کنید آفریدیم، و نیز درختی که از طور سینا براید و روغن زیت بارارد و نان خورش مردم گردد. و برای شما در مطالعه حال چهارپایان و حیوانات اهلی عبرت خواهد بود که مانند مادر از شیر خود به شما بیاشامند،
و در آنها برای شما منافع بسیاری است و از گوشت آنها نیز تناول می کنید و بر آن چهار پایان و نیز بر کشتی ها در سفر دریا سوار می شوید. اینها همه نعمت های خداست، فراموش نکنید و شکر آن به جای آرید. همانا ما پیغمبر نوح را به رسالت به سوی امتش فرستادیم. نوح به قوم خود گفت که خدا را پرستید که جز آن ذات یکتا شما را خدایی نیست. آیا شما مردم تا کی خدا ترس و با تقوا نمی شوید؟ اشراف قوم که کافر شدند در پاسخ نوح به مردم چنین گفتند که این شخص جز آن که بشری است مانند شما که می‌خواهد بر شما برتری یابد فضیلت دیگری ندارد و اگر خدا می‌خواست رسول بر بشر بفرستد همانا از جنس فرشتگان می‌فرستاد. ما این سخنانی که این شخص می‌گوید از پدران پیشین خود هیچ نشنیده ایم و دعوی او چون سابقه نداشته نباید تصدیق شود. این شخص جز مردی دیوانه به شمار نیست، پس باید تا مدتی با او مدارا کنید و انتظار برید تا یا از مرض جنون بهبودی یابد و یا بمیرد. نوح عرض کرد خدایا تو مرا بر اینان که تکذیب من کردن یاری فرما. ما هم برای حفظ او چنین وحی کردیم که در حضور ما و به وحی و دستور ما به ساختن کشتی پرداز، تا آنگاه که فرمان ما آمد و آب از تنور فوران کرد. پس در آن کشتی با خود نر و ماده از هر چیز جفتی همراه بر و اهل بیت خود را هم جز آن کس که در علم ازلی ما هلاک او گذشته تمام به کشتی بنشان و به شفاعت ستمکاران با من سخن مگو و تقاضایی مکن که البته آنها باید همه غرق شوند. پس چون تو ای نوح با همراهانت در کشتی نشستی بگو ستایش خدای را که ما را از ظلم ستمکاران عالم نجات داد و بازگو پروردگارا مرا به منزل مبارک فرود آور که تو بهترین کسی که بارها به منزل خیر و سعادت توانی فرود آورد. همانا در این حکایت قوم نوح و حادثه طوفان برای خلق آیت و عبرت هاست و البته ما بندگان را بدین گونه حوادث آزمایش خواهیم کرد. پس از هلاک قوم نوح باز قوم دیگری ایجاد کردیم و بر آن قوم باز رسولی از خودشان فرستادیم که به خلق بگوید خدای یکتا را پرستش کنید که جز او شما را خدایی نیست. آیا تا کی خدا ترس و با تقوا نمی شوید؟ و باز آن رسول را نیز مانند نوح اشراف و اعیان قوم بی که ما متنعمشان در حیات دنیا کرده بودیم و آنها نیز کافر شدند و عالم آخرت را تکذیب کردند به مردم گفتند که این شخص بشری مانند شما بیش نیست که از هرچه شما بشر می خورید و می آشامید او هم می خورد و می آشامد و شما مردم اگر بشری مانند خود را اطاعت کنید بسیار زیانکار و نالایق مردمی خواهید بود. آیا این مدعی رسالت به شما نوید می دهد که پس از آن که مردید و استخوان‌های شما هم پوسید و خاک شد باز زنده می شوید و از خاک سر به در می آورید؟ هیهات که این وعده ها که به شما می دهد از آخرت و زندگی ابد راست باشد. زندگانی جز این چند روزه ی حیات دنیا بیش نیست که زنده شده و خواهیم مرد و دیگر هرگز از خاک برانگیخته نخواهیم شد و این شخص جز آن که مردی است دروغ و افترا بر خدا می‌بندد چیزی با او نیست و ما هرگز به او ایمان نخواهیم آورد. آن رسول هم عرض کرد خدایا مرا بر این قوم که تکذیب من کردند یاری فرما. خدا فرمود اندک زمانی نگذرد که قوم از تکذیب و انکار سخت پشیمان خواهند شد، تا آنگاه که بانک عذاب آنها را بگرفت و ما آنان را خاک و خاشاک بیابان مرگ ساختیم که ستمکاران را از رحمت الهی دور باد. پس از هلاک اینان باز اقوامی دیگر پدید آوردیم. هیچ قومی را اجل مقدم و مؤخر نخواهد شد.
آنگاه پیغمبرانی پی در پی بر خلق فرستادیم و هر قومی که رسولی بر آنها آمد آن رسول را تکذیب و انکار کردند. ما هم آنها را از پی یکدیگر همه را هلاک کردیم و داستانهای آن قوم را عبرت دیگران ساختیم که قوم بی ایمان از رحمت خدا دور باد. پس آنگاه موسی و برادرش هارون را فرستادیم با آیات و معجزات و حجت روشن به سوی فرعون و اشراف قومش. آنها هم تکبر و نخوت کردند، زیرا آنان مردمی متکبر و سرکش بودند. از این رو گفتند چرا ما به دو بشر مثل خودمان ایمان آریم، در صورتی که طایفه این دو مرد ما را پرستش می کردند. پس موسی و هارون را تکذیب کرده و بدین سبب همه هلاک شدند. و حالان که ما به موسی کتاب تورات را فرستادیم تا باشد که آنها به راه خدا هدایت شوند و ما پسر مریم را با مادرش بر خلق آیت و معجزه بزرگ گردانیدیم و هر دو را به سرزمین بلندی که آنجا مکانی هموار و چشم سار بود منزل دادیم. ای رسولان ما، از غذاهای پاکیزه حلال تناول کنید و به نیکوکاری و اعمال صالح پردازید که من به هر چه می کنید آگاهم. و این مردم همه یک دین و متفق الکلمه یک امت شما پیغمبران خدایند و من یگان خدای شما هستم، پس از من بترسید. آنگاه مردم امر دین خود را پاره پاره کرده و در آیین فرق فرقه شدند و هر گروهی به آنچه نزد خود پسندیدند دلخوش گشتند. پس ای رسول ما، بگذار که این بیخبران در جهل و غفلت خود به سر برند تا هنگامی معین که روز قیامت باشد. آیا این مردم کافر می پندارند که ما آنها را مدد به مال و فرزندان می کنیم؟ برای آنکه می خواهیم در حق ایشان مساعدت و تعجیل به خیرات دنیا کنیم؟ نه، چنین نیست، بلکه برای امتحان است و آنها نمی فهمند. همانا آن مؤمنانی که از خوف خدا ترسان و هراسانند و آنان که به آیات خدای خود ایمان می آورند و آنان که هرگز به پروردگارشان مشرک نمی شوند و آنان که آنچه وظیفه بندگی و ایمان است به جای آورده و باز از روزی که به خدای خود رجوع می کنند دلهاشان ترسانه است، چنین بندگانی تعجیل در سعادت و خیرات می کنند و اینان هستند که به کارهای نیکو سبقت می جویند. ما هیچ نفسی را بیش از وسع و توانایی تکلیف نمی کنیم و نزد ما کتابی است که آن کتاب سخن به حق گوید و به هیچ کس هرگز ستم نخواهد شد، بلکه دلهای کافران از این لوح محفوظ در جهل و غفلت است و اعمالی که این کافران عامل آنند غیر اعمال آن اهل ایمان است. این کافران به همین کردار بد مشغولند تا آنگاه که ما متنعمان آنها را به عذاب اعمالشان بگیریم و در آن حال فریاد خدا خدای آنها بلند شود. و ما فرماییم که امروز فریاد مکنید که از ما به شما هیچ مدد و یاری نخواهد رسید، که همانا آیات ما بر شما تلاوت می شد و شما واپس می رفتید، در حالتی که به هذیان و افسانه های شبانه خود از شنیدن کلام خدا دوری می کردید. آیا در سخن خدا و قرآن بزرگ فکر و اندیشه نمی کنید؟ یا آنکه کتاب و رسول تنها بر اینان آمده و بر پدرانشان نیامده؟ یا آنکه اینان رسول خود را نشناخته اند که او را انکار و تکذیب می کنند؟ یا آنکه از جهل می گویند که این رسول را جنونی عارض شده؟ چنین نیست، بلکه در کمال عقل دین خود را بر آنها آورده، لکن اکثر آنها از حق رویگردان و متنفرند. و اگر حق تابع هوای نفس آنان شود، همانا آسمان ها و زمین و هرچه در آنهاست فاسد خواهد شد. و کافران از جهل نسبت جنون به رسول ما دادند، بلکه ما اندرز قرآن بزرگ را بر آنها فرستادیم
و آنان بناحق از آن اعراض کردند. ای رسول ما، آیا تو از این امت خرج و مزد خواستی؟ مزدی که خدا به تو دهد از هر چیز بهتر است، که خدا بهترین روزی دهنده است. و البته تو خلق را به راه راست اسلام و خدا پرستی می خوانی، لکن آنان که به خدا و آخرت ایمان نمی آورند از آن راه راست بر می گردند. و اگر ما با آنها مهربانی کرده و هر گونه رنج و عذابی دارند برطرف سازیم، آنها سخت‌تر در طغیان و سرکشی و زلالت خود می روند. و همانا ما آنها را به عذاب سخت گرفتار کردیم. و باز آن کافران از جهل و عناد روی به تضرع و توبه و ناله به درگاه خدای نیاوردند تا آنکه بر آنها دری از بلا و عذاب سخت گشوده شد، که دیگر ناگاه از هر سو ناامید شدند. و اوست خدایی که برای شما بندگان گوش و چشم و قلب آفرید. عده بسیار کمی از شما شکر او به جای می آورند. و اوست خدایی که شما را از خاک پدید آورد و باز روز قیامت رجوع شما به سوی او خواهد بود. و اوست خدایی که خلق را زنده گرداند و بمیراند، و اختلاف و حرکت شب و روز به امر اوست. آیا شما عقل خود کار نمی بندید؟ این مردم کافر هم همان سخن کافران پیشین را گفتند، که گفتند از کجا که چون ما مردیم و استخوان ما پوسیده و خاک شد باز مبعوث و زنده شویم؟ از این وعده ها بسیار به ما و پیش از این به پدران ما داده شد، ولی اینها افسانه های پیشینیان است. ای پیغمبر ما، تو بگو که زمین و هر کس که در اون موجود است بگویید از کیست، اگر شما فهم و دانش دارید. البته جواب خواهند داد از خداست. بگو چرا متذکر قدرت خدا نمی شوید. باز به آنها بگو پروردگار آسمانهای هفتگانه و خداوند عرش بزرگ کیست؟ البته باز جواب دهند آن خداست. پس بگو چرا متقی و خدا ترس نمی شوید؟ باز ای رسول بگو آن کیست که ملک و ملکوت همه عالم به دست اوست و او به همه پناه دهد و حمایت کند و از او کس حمایت نتواند کرد. اگر می دانید بازگویید. محققا آنها خواهند گفت که آن خداست. پس بگو چرا به فریب و فسوق مفتون گشتید، با آنکه حق را به ایشان فرستادیم باز دروغ می گویند. خدا هرگز فرزندی اتخاذ نکرده و هرگز خدایی با او شریک نبوده، که اگر شریکی بود در این صورت هر خدایی به سوی مخلوق خود روی کردی و بعضی از خدایان بر بعضی دیگر علو و برتری جستی. خدا از آنچه مشرکان میگویند پاک و منزه است. او دانا به عالم غیب و شهود است و ذات پاکش از شرک و شریک برتر و والاتر است. ای رسول ما، در دعا بگو بارلاها امید است وعده های عذاب این کافران را به من بنمایانی، و بارلاها مرا در میان قوم ستمکار وا مگذار، و البته ما قادریم که وعده عذاب کافران را به تو بنمایانی. ای رسول ما، تو آزار و بدی های امت را به آنچه نیکوتر است دفع کن، ما جزای گفتار آنها را بهتر می دانیم. ای رسول ما، در دعا بگو بارلاها من از وسوسه و فریب شیاطین به سوی تو پناه می آورم و هم به تو پناه می برم بار خدایا از آن که شیطان به مجلسم حضور به هم رساند. کافران در غفلتند تا آنگاه که وقت مرگ هر یک فرا رسد، در آن حال آگاه و نادم شده بگویند بارلاها مرا به دنیا بازگردان
تا شاید به تدارک گذشته عملی صالح به جای آرم، و به او خطاب شود که هرگز نخواهد شد و این کلمه را از حسرت همی بگوید و ثمری نمی بخشد که از عقب آنها عالم برزخ است تا روزی که برانگیخته شوند. پس آنگاه که موقع قیامت فرا رسد، دیگر نسب و خیشی در میانشان نماند و کسی از کس دیگر حال نپرسد. پس در آن روز هر آن که اعمالش وزین است آنان رستگارند، و هر آن که اعمالش سبک وزن است آنان کسانی هستند که نفس خیش را در زیان افکنده و به دوزخ مخلد خواهند بود. آتش دوزخ صورتهای آنها را می سوزاند و در جهنم زشت منظر خواهند زیست. و به آنها خطاب شود آیا آیات من بر شما تلاوت نشد و شما از جهل تکذیب آیات ما نکردید؟ آن کافران در جواب گویند بار الها به ما رحم کن که شقاوت بر ما غلبه کرد و کار ما به گمراهی کشید. پروردگارا ما را از جهنم نجات ده، اگر دیگر بار عصیان تو کردیم همانا بسیار ستمکاریم. باز به آنان خطاب سخت شود، گم شوید و به دوزخ شوید و با من لب از سخن فرو بندید، زیرا شما اید که چون طایفه ای از بندگان صالح من روی به من آورده و عرض می کردند بار الها ما به تو ایمان آوردیم، تو از گناهان ما درگذر و در حق ما لطف و مهربانی فرما که تو بهترین مهربانان هستی. در آن وقت شما کافران آن بندگان خاص مرا تمسخر می کردی، تا آنجا که مرا به کلی فراموش کرده بر آن خداپرستان خنده و استهزا می نمودی. من هم امروز جزای صبر بر آزار و سخریه شما را به آن بندگان پاک خود خواهم داد و آنها امروز سعادتمندند و رستگاران عالمند. آنگاه خدا به کافران گوید که می دانید شما چند سال در زمین درنگ کردید؟ آنها پاسخ دهند که تمام زیست ما در زمین یا یک روز بود یا یک جزء از روز. اگر ما خطا گوییم از فرشتگانی که حساب عمر خلق دانند باز پرس. خدا فرماید شما اگر از حال زندگانی خود آگاه بودید می دانستید که مدت درنگتان در دنیا با آنکه چند سال بود باز بسیار اندک بود. آیا چنین پنداشتند که ما شما را به عبث و بازیچه آفریده ایم و پس از مرگ هرگز به ما رجوع نخواهید کرد؟ زیرا خدای پادشاه به حق برتر از آن است که از او فعل عبث و بیهوده صادر شود، که هیچ خدایی به جز همان پروردگار عرش مبارک نخواهد بود، و هر کس غیر خدا کسی را به الهیت خواند حساب کار او نزد خداست، و البته کافران را در روز کیفر فلاح و رستگاری نیست. و تو ای رسول ما به امت دعا کن و بگو بار الها بیامرز و ببخشای که تو بهترین بخشندگان عالم وجودی. در اینجا سوره مؤمنون که شامل 118 آیه بود به پایان میرسد. میرسیم به سوره نور که در مدینه طیبه نازل شده و مشتمل بر 64 آیه میباشد. به نام خدای بخشنده مهربان، این سوره را فرستادیم و احکامش را فریضه بندگان کردیم و در آن آیات روشن نازل ساختیم، باشد که بندگان متذکر آن حقایق شوند. باید شما مؤمنان هر یک از زنان و مردان زناکار را به 100 تازیانه مجازات و تنبیه کنید و هرگز درباره آنان در دین خدا رأفت و ترحم روا مدارید اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید، و باید عذاب آن بدکاران را جمعی از مؤمنان مشاهده کنند. مرد زناکار جز با زن زناکار و مشرک نکاح نمی کند و زن زانیه هم جز با مرد زانی و مشرک نکاح نخواهد کرد، و این کار بر مردان مؤمن حرام است.
و آنان که به زنان با عفت مؤمنه نسبت زنا دهند، آنگاه که 4 شاهد عادل بر دعوی خود نیاورند، آنان را به 80 تازیانه کیفر دهید و دیگر هرگز شهادت آنها را نپذیرید که مردمی فاسق و نادرستند، مگر آنهایی که بعد از آن فسق و بهتان به درگاه خدا توبه کردند و در مقام اصلاح عمل خود برآمدند، در این صورت از آنها در می گذرد که خدا آمرزنده و مهربان است. و آنان که به زنان خود نسبت زنا دهند و جز خود بر آن شاهد و گواهی نداشته باشند، برای رفع حد باید از آن زن و مرد نخست مرد 4 مرتبه شهادت و قسم به نام خدا یاد کند که البته او در این دعوی زنا از راستگویان است، و بار 5 قسم یاد کند که لعن خدا بر او باد اگر از دروغگویان باشد. پس چون بر زن حد لازم آید، برای رفع عذاب حد آن زن نیز نخست 4 مرتبه شهادت و قسم به نام خدا یاد کند که البته شوهرش دروغ میگوید، و بار 5 قسم یاد کند که غضب خدا بر او اگر این مرد در این دعوی از راست گویان باشد، و اگر فضل و رحمت خدا شامل حال شما مؤمنان نبود، و اگر نه این بود که خدای مهربان البته توبه پذیر و درست کار است، حدود و تکلیف را چنین آسان نمی گرفت و به توبه رفع عذاب از شما نمی کرد. همانا آن گروه منافقان که بهتان به شما مسلمین بستند، می پندارید ضرری به آبروی شما می رسد؟ نه، بلکه خیر و ثواب نیز خواهید یافت و هر یک از آنها به عقاب اعمال خود خواهند رسید. و آن کس از منافقان که رأس و منشأ این بهتان بزرگ گشت، هم او به عذابی بسیار سخت معذب خواهد شد. آیا سزاواری نبود که شما مؤمنان زن و مردتان چون از منافقان چنین بهتان و دروغ ها شنیدید، حسن ظنتان درباره یکدیگر بیشتر شده و گویید این دروغی است آشکار؟ چرا منافقان بر دعوی خود 4 شاهد اقامه نکردند؟ و به خاطر آنکه شاهد نیاوردند، البته نزد خدا مردمی دروغگو هستند. و اگر فضل و رحمت خدا در دنیا و عقبا شامل حال شما مؤمنان نبود، به مجرد خوض در این گونه سخنان به شما عذاب سخت می رسید، زیرا شما آن سخنان منافقان را از زبان یکدیگر تلقی کرده و حرفی بر زبان میگویید که علم به آن ندارید و این کار را سهل و کوچک میپندارید، در صورتی که نزد خدا بسیار بزرگ است. چرا به محض شنیدن این سخن منافقان نگفتید که هرگز ما را تکلم به این روانی است؟ پاک خدایا، این بهتان بزرگ و تهمت محض است. خدا به شما مؤمنان موعظه و اندرز می کند که زنهار دیگر گرد این سخن اگر اهل ایمانید هرگز نگردید. و خدا آیات خود را برای شما بیان فرمود که او به حقایق امور و سرائر خلق دانا و به مصالح بندگان و نظام عالم کاملا آگاه است. آنان که دوست می‌دارند که در میان اهل ایمان کار منکری را اشاعه و شهرت دهند، آنها را در دنیا و آخرت عذاب دردناک خواهد بود و خدا می‌داند و شما نمی‌دانید. و اگر فضل و رحمت خدا و رأفت و مهربانی او شامل حال شما مؤمنان نبود، در عقاب گناهانتان تعجیل می کردید و توبه نمی پذیرفتید. ای کسانی که به خدا ایمان آورده اید، زنهار پیروی شیطان مکنید، که هر کس قدم به قدم از پی شیطان رفت، او به کار زشت و منکرش وامی دارد
و اگر فضل و رحمت خدا شامل حال شما نبود، احدی از شما از گناه پاک و پاکیزه نمی شدید. لکن خدا هر کس را که می خواهد منزه و پاک می گرداند، که خدا شنوا و دانا به احوال بندگان است. و نباید صاحبان ثروت و نعمت درباره خیشاوندان خود و در حق مسکینان و مهاجران راه خدا از بخشش و انفاق کوتاهی کنند و به موجب رنجشی ترک احسان کنند. باید مؤمنان همیشه بلند همت بوده و با خلق عفو پیشه کنند و از بدیها درگذرند. آیا دوست نمی دارید که خدا هم در حق شما مغفرت و احسان فرماید؟ که خدا بسیار آمرزنده و مهربان است. کسانی که به زنان با ایمان عفیفه مبرا و بیخبر از کار بد تهمت بستند، محققاً در دنیا و آخرت ملعون و محروم از رحمت حق شدند و آنان به عذاب سخت معذب خواهند شد. بترسند از روزی که زبان و دست و پای ایشان بر اعمال ناشایسته آنها گواهی دهد، که در آن روز خدا حساب و کیفر آنها را تمام و کامل خواهد پرداخت. زنان بدکار و ناپاک شایسته مردانی بدین وصفند و مردان زشت کار ناپاک نیز شایسته زنانی بدین وصف، و بالعکس زنان پاکیز نیکو لایق مردانی چنین و مردان پاکیز نیکو لایق زنانی همین گونه اند، و این پاکیزگان از سخنان بهتانی که ناپاکان درباره آنان گویند منزهند و از خدا بر ایشان آمرزش می رسد و رزق آنها نیکوست. ای اهل ایمان، هرگز به هیچ خانه مگر خانهای خودتان تا با صاحبش انس و اجازه ندارید وارد نشوید و چون رخصت یافته داخل شوید. در آن هنگام به اهل آن خانه نخست سلام کنید و آداب تحیت به جای آرید، که این ورود با اجازه و تحیت برای حسن معاشرت و ادب انسانیت شما را بهتر است تا باشد که متذکر شوید. و اگر به خانه کسی راه نیافتید، باز وارد نشوید تا اجازه یافته آنگاه درآیید، تا به سرقت متهم نشوید. و چون به خانه در آمدید و گفتند بازگردید، به زودی بازگردید، که این بر تنزیه و پاکی شما بهتر است و خدا به هر چه می کنید داناست. باکی بر شما نیست که به خانه غیر مسکونی که در آن متاعی دارید بی اجازه درآیید، و بدانید که خدا به همه کار آشکار و پنهان شما آگاه است. ای رسول ما، مردان مؤمن را بگو تا چشمها از نگاه ناروا بپوشند و فروج و اندامشان را محفوظ دارند، که این بر پاکیزگی جسم و جان شما بهتر است. و البته خدا به هر چه کنید کاملا آگاه است. ای رسول، زنان مؤمن را بگو تا چشمها از نگاه ناروا بپوشند و فروج و اندامشان را از عمل زشت محفوظ دارند و زینت و آرایش خود جز آنچه قهرن ظاهر می شود بر بیگانه آشکار نسازند، و باید سینه و بر و دوش خود را به مقنعه بپوشانند و زینت و جمال خود را آشکار نسازند جز برای شوهران خود و پدران و پدران شوهر و پسران خود و پسران شوهر و همچنین برادران خود و پسران برادر و خواهران خود و زنان خود، یعنی زنان مسلمه و کنیزان ملکی خیش، و آنطور پای به زمین نزنند که خلخال و زیور پنهان پاهایشان معلوم شود. و ای اهل ایمان، همه به درگاه خدا توبه کنید باشد که رستگار شوید. البته باید مردان بی زن و زنان بی شوهر
و کنیزان و بندگان خود را به نکاح یکدیگر درآورید تا میان مؤمنین مرد بی زن و زن بی شوهر باقی نماند و از فقر هم مترسید که اگر مرد و زنی فقیرند خدا به لطف خود آنان را بی نیاز و مستغنی خواهد فرمود که خدا به احوال بندگان آگاه و رحمتش وسیع و نامتناهی است و آنان که وسیله نکاح نیابند باید عفت نفس پیشه کنند تا خدا آنها را به لطف خود بی نیاز گرداند و از بزرگانتان آنان که تقاضای مکاتبه کنند تقاضای آنها را اگر خیر و صلاحی در ایشان مشاهده کنید بپذیرید و از مال خدا که به شما اعطا فرموده به عنوان زکات و صدقات در وجه مال المکاتبه به آنها بدهید و کنیزان خود که مایلند به عفت زنهار برای طمع مال دنیا جبرن به زنا وادار مکنید که هر کس آنها را اکراه به زنا کند خدا در حق آنها که مجبور بودند آمرزنده و مهربان است. در دنباله سوره نور آیه 33 آن می‌خوانیم که همانا ما برای هدایت و سعادت شما آیاتی روشن نازل گردانیدیم و داستانی از آنان که پیش از شما درگذشتند برای عبرت خلق و موعظه برای اهل تقوا فرستادی. خدا نور وجود بخش آسمان ها و زمین است. داستان نورش به مشکاتی ماند که در آن روشن چراغی باشد و آن چراغ در میان شیشه ای که تلعلع آن گویی ستاره ایست درخشان و روشن از درخت مبارک زیتون که با آن که شرقی و غربی نیست شرق و غرب جهان بدان فروزان است و بی آن که آتشی زیت آن را برافروزد خود به خود جهانی را روشنی بخشد که پرتو آن نور حقیقت بر روی نور معرفت قرار گرفته و خدا هر که را خواهد به نور خود هدایت کند و این مثلها را خدا برای مردم هوشمند میزند و خدا به همه امور داناست. در خانه هایی مانند معابد و مساجد و منازل انبیا و اولیا خدا رخصت داده که آنجا رفعت یابند و در آن ذکر نام خدا شود و صبح و شام تسبیح و تنزیه ذات پاک او کنند. پاک مردانی که هیچ کسب و تجارت آنان را از یاد خدا غافل نگرداند و نماز به پا داشته و زکات فقیران دهند و از روزی که دل و دیده ها در آن روز حیران و مضطرب است ترسان و هراسانند تا خدا در مقابل بهترین اعمال ایشان جزا و ثواب عطا فرماید و از فضل و احسان خیش بر آنها بیفزاید و خدا هر که را خواهد روزی بی حد و حساب بخشد و آنان که کافرند اعمالشان در مثل به سرابی ماند در بیابان هموار بی آب که شخص تشنه آن را آب پندارد و به جانب آن بشتابد و چون بدانجا رسد هیچ آبی نیابد و آن کافر خدا را حاضر و ناظر اعمال خیش ببیند که به حساب کارش تمام و کامل برسد و کیفر کفرش را بدهد و خدا به یک لحظه حساب تمام خلایق را می کند. یا مثل اعمال کافران به ظلمات دریای عمیقی ماند که امواج آن که شک و جهل و اعمال زشته است بعضی بالای بعضی دیگر دریا را بپوشاند و از ابر تیره کفر نیز فراز آن براید تا ظلمتها چنان فوق یکدیگر قرار گیرد که چون دست بیرون آرد هیچ نتواند دید و هر که را خدای نور نبخشد هرگز روشنی نخواهد یافت و به کفر شک و حیرت خواهد مرد.
ای رسول ما، آیا ندیدی که هر کس در آسمان ها و زمین است؟ تا مرغ که در هوا پر گشاید همه به تسبیح و ثنای خدا مشغولند و همه آنها صلات و تسبیح خود بدانند و خدا به هر چه کنند آگاه است. و بدانید که ملک آسمان ها و زمین همه خاص خداست و بازگشت همه خلایق به سوی اوست. آیا ندیدی که خدا ابر را از هر طرف براند تا به هم پیوندد و باز و انبوه و متراکم سازد؟ انگاه بنگری قطرات باران از میان ابر فرو ریزد و نیز از جبال آسمان تگرگ فرود بارد که آن به هر که خدا خواهد اصابت کند و از هر که خواهد باز دارد. و روشنی برق چنان بتابد که خواهد روشنی دیده ها را از بین ببرد. خدا شب و روز را بر یک دیگر می گرداند تا صاحبان بصیرت در این آیت الهی بنگرند و حکمت خدا را مشاهده کنند. و خدا هر حیوان را از آب آفرید که بعضی مانند مارها بر شکم روند و برخی مانند انسان بر دو پا و برخی چون اسب و گاو و شتر بر چهار پا حرکت کنند. و خدا هر چه خواهد بیافریند که حق به قدرت کامله بر همه کار تواناست. همانا ما آیات و ادله بسیار روشن برای هدایت عموم خلق فرستادیم و خدا هر که را خواهد به راه راست هدایت می کند. و منافقان هم مانند مؤمنان می گویند که ما به خدا و رسولش ایمان آورده و اطاعت می کنیم، لکن با این همه قول باز گروهی وقت عمل از حق روی می گردانند و اصلا آنان ایمان ندارند. و هرگاه به سوی حکم خدا و رسول خوانده شوند تا خدا میان دعاوی آنها قضاوت کند، گروهی از ایشان از حکم حق اعراض می کنند. و اگر دعوی خود را بر حق می دانستند، البته با کمال انقیاد سر به حکم خدا فرود می آورند. آیا در دلهایشان مرض است یا شک و ریبی هنوز دارند؟ یا می ترسند که خدا و رسول در مقام قضاوت بر آنها جور و ستمی کنند؟ بلکه آنها خود مردمی ظالم و متعدی اند. آن مؤمنانند که چون به سوی حکم خدا و رسولشان بخوانند تا خدا میان آنها حکم کند، آن مؤمنان از دل و جان خود خواهند گفت که حکم خدا را شنیده و اطاعت می کنیم. و رستگاران عالم به حقیقت اینها هستند. و هر کس فرمان خدا و رسولش را اطاعت کند و خدا ترس و پرهیز کار باشد، چنین کسان را فیروزی و سعادت خواهد بود. و ای رسول، بدان که منافقان شدیدترین قسم را به نام خدا یاد کنند که اگر تو آنها را امر کنی، البته همه به جهاد دشمن بیرون خواهند رفت. به آنان بگو سوگند دروغ یاد مکنید که همیشه طاعت زبانی بی حقیقت معروف و مخصوص شما منافقان بوده و بترسید که خدا به هر چه می کنید کاملا آگاه است. ای رسول ما، بگو که فرمان خدا و رسول را اطاعت کنید و اگر اطاعت نکردند بر آنها بار تکلیف خیش است. و باز از روی شفقت که لازمه مقام نبوت است، بگو که اگر خدا را اطاعت کنید هدایت و سعادت خواهید یافت و بر رسول
جز ابلاغ رسالت کامل تکلیفی نخواهد بود. و خدا به کسانی که از شما بندگان ایمان آرد و نیکوکار گردد وعده فرموده که در زمین خلافت دهد و علاوه بر خلافت دین پسندیده آنان را بر همه ادیان تمکین و تسلط عطا کند و به همه مؤمنان پس از خوف و اندیشه از دشمنان ایمنی کامل دهد که مرا به یگانگی و بی هیچ شایبه شرک و ریا پرستش کنند و بعد از آن هر که کافر شود به حقیقت همان فاسقان تبهکارند. ای اهل ایمان، شما نماز را به پا دارید و زکات مال خود را به فقیران بدهید و رسول ما را اطاعت کنید، باشد که مورد لطف و رحمت قرار گیرید. ای رسول، هرگز مپندار که کافران در زمین معجز و قدرتی خواهند یافت، هرگز نخواهند یافت و جایگاهشان نیز در آخرت دوزخ است که بسیار منزلگاه بدی است. ای کسانی که به خدا ایمان آورده اید، بدانید که باید بندگان ملکی شما و اطفالی که هنوز به زمان بلوغ نرسیدند باید شبان روزی 3 مرتبه از شما اجازه بخواهند، یک بار پیش از نماز صبح، دیگر پس از نماز خفتن، سوم هنگام نماز ظهر، که جامها را از تن بر می گیرید که این 3 وقت هنگام عورت و خلوت شماست و بعد از این 3 بار اجازه دیگر باکی بر شما و آنها نیست که بی دستور با بندگان و اطفال خود گرد یکدیگر جمع شوید و هر ساعت در کارها به شما مراجعه کنند. خدا آیاتش را برای شما چنین روشن بیان می کند که او به کار خلق دانا و محکم کار است. و آنگاه که اطفال شما به حد بلوغ رسیدند، باید مانند سایر بالغان البته با اجازه وارد شوند. خدا آیات خود را برای شما بدین روشنی بیان می کند که او به صلاح بندگان دانا و در وضع تکلیف محکم کار است. و زنان سال خورده که از ولادت و عادت باز نشسته و امید ازدواج و نکاح ندارند، بر آنان باکی نیست اگر اظهار تجملات و زینت خود نکنند که جامه های خود را از تن نزد نامحرمان برنگیرند و اگر باز هم عفت و تقوای بیشتر گزینند و جامه برنگیرند، برای آنان بهتر است و خدا به سخنان خلق شنوا و آگاه است. بر نابینایان و لنگان و بیماران باکی نیست و نیز باکی نیست که از خانهای خود و پدران خود و مادرانتان و برادران و خواهران و عمو و عمه و خاله خیش غذا تناول کنید، یا آن که از هر خانه که کلید آن در دست شماست یا خانه رفیق خود باکی نیست که از مجموع یا هر یک از این خانه ها طعامی خورید. و با وجود این دستور باز هرگاه بخواهید به خانه ای از اینها داخل شوید، نخست برخیش سلام کنید که این تحییت سلام برکتی نیکو از جانب خداست. چنین خدا آیات خود را برای شما روشن بیان می کند، باشد که در آنها تعقل کنید و طریق سعادت و هدایت باز جویید. مؤمنان حقیقی آنهایی هستند که به خدا و رسولش ایمان و انقیاد کامل دارند و هرگاه در کاری که حضور و اجتماعشان با رسول لازم باشد حاضر آیند، تا اجازه نخواهند هرگز از محضر او بیرون نمی روند. و ای رسول ما، آنان که از تو دستوری می خواهند، اینان به حقیقت اهل ایمان به خدا و رسولند. پس چون از تو اجازت طلبند که بعضی مشاغل و امور خود را انجام دهند، به آنان هر که را خواهی اجازه ده و بر آنها از خدا
طلب مغفرت و آمرزش کن که خدا بسیار آمرزنده و مهربان است. ای مؤمنان، شما دعای رسول و ندا کردن او را مانند ندای بین یکدیگر قرار مدهید. خدا به حال آنان که برای سرپیچی از حکمش به یکدیگر پناه برده و رخ پنهان می‌دارند آگاه است. پس باید کسانی که امر خدا را مخالفت می‌کنند بترسند که مبادا به فتنه بزرگ یا عذاب دردناک دیگر گرفتار شوند. آگاه باشید که آسمان ها و زمین همه ملک خداست و شما به هر حالی که هستید، البته خدا از آن آگاه است و روزی که به سوی او رجوع می کنید، آن روز به جزاء هر نیک و بدی که بندگان کرده اند آگاهشان می گرداند که خدا به احوال و اعمال خلایق داناست. در اینجا سوره نور که شامل 63 آیه بود به پایان رسید. می رسیم به سوره فرقان که این سوره در مکه معظمه نازل شده و مشتمل بر 77 آیه می باشد. می خوانیم به نام خدای بخشنده مهربان. بزرگوار آن پاک خداوندی است که قرآن را بر بنده خاص خود نازل فرمود تا به اندرزهای وی اهل عالم را متذکر و خدا ترس گرداند. آن خدایی که هرگز فرزندی نگرفته و شریکی در ملک هستی نداشته و همه موجودات را او خلق کرده و به حکمت کامل و تقدیر ازلی خود و قدر هر چیز معین فرموده و مشرکان نادان خدا را که مبدع کل و مرجع همه امور عالم است فراموش کرده غیر او یعنی بت‌ها را به خدایی برگرفتند و حالان که آن بتان نه هیچ بر نفع و ضرر آنها قادرند و نه امر موت و حیات و بعثت آنها به دست آن بت‌هاست. و کافران گفتند این کتاب که محمد وحیش می شمرد جز آن که به دروغ از خود فرا بافته و دیگران از اهل کتاب نیز به او کمک کرده اند چیز دیگری نیست و البته این سخن کافران ظلمی بزرگ و نسبتی ناحق است. باز گفتند که این کتاب افسانه های پیشینیان و حکایات سابقین است که محمد خود برنگاشته و اصحابش صبح و شام بر او املا و قرائت می کنند. ای رسول ما، بگو این کتاب را آن خدایی فرستاده که به علم ازلی از آسمان ها و زمین آگاه است و هم او البته بسیار آمرزنده و مهربان است. و باز کافران گفتند چرا این رسول قضا تناول می کند و در کوچه و بازار راه می رود و چرا فرشته محسوس و ظاهر بر او نازل نمی شود تا گواه صدق او باشد؟ یا چرا بر این رسول گنجی فرو نیفتد؟ یا چرا باقی ندارد که از میوه هایش تناول کند؟ و ستمکاران باز به مردم گفتند که شما پیروی نمی کنید مگر مردی را که سحر و شعبده از راهش برده است. بنگر تا امت جاهل چه داستانها و مثلها برای تو زدند و چنان گمراه شدند که دیگر هیچ راه رشد و هدایتی نتوانند یافت. بزرگواران پاک خدایی است که اگر خواستی برای تو بهتر از آنچه این کافران گفتند قرار دادی و آن بهشتی که زیر درختانش نهرها جاری است و در آن بهشت قصرهای بسیار عالی خاص تو قرار خواهد داد. این کافران ساعت قیامت را تکذیب کردند و ما آتش دوزخ را برای آن که قیامت را تکذیب کردند مهیا داشتیم. آنها چون آتش دوزخ از مکانی دور ببینند
خروش و فریاد خشمناکی دوزخ را از دور به گوش خود می شنوند و چون آن کافران را در زنجیر بسته به مکان تنگی از جهنم درافکنند، در آن حال همه فریاد و فغان از دل برکشند. به آنها عتاب شود که امروز فریاد حسرت و ندامت شما یکی دوتا نیست، بلکه بسیار از این آه و فریادها باید از دل برکشید. ای رسول ما، به اینان بگو آیا این حالی که شما دارید بهتر است یا بهشت ابدی که به متقیان وعده دادند که آن بهشت پاداش و منزل جاودانی ایشان است که در آن بهشت هرچه خواهند و آرزو کنند بر آنها حاضر است و آن مقام همیشگی آنهاست. وعده ایست بر خدا که مؤمنان از او درخواست کرده اند و او اجابت فرموده است. و روزی که این مشرکان را با معبودانی که به جای خدا پرستیده اند به عرصه قیامت محشور گردانند، آنگاه بدان معبودان گفته آیا شما بندگان مرا از راه بردید یا خود به راه زلالت شتافتم؟ آنها گویند پاک و منزه پروردگارا، ما خود هرگز جست و کسی را سزاوار آن که معبود و محبوب خود اختیار کنیم ندانسته ایم، لکن تو این کافران و پدرانشان را متمتع به دنیا و نعمتهای آن گردانیدی تا آن که از فرط سرگرمی به دنیای پست فانی ذکر تو و قرآن عظیم تو که سرمایه سعادت بود فراموش کردند و مردمی سخت دل و تبه روزگار بودند. پس آنها شما را در آنچه راجب به خدا و قیامت گویید تکذیب کردند که نه شما توانید آن عذاب را برطرف گردانید و نه یاری آنها توانید کرد، و هر کس از شما بندگان ظلم و ستم کند ما او را به عذاب بزرگ گرفتار می گردانیم. و ما هیچ رسولی پیش از تو به خلق نفرستادیم مگر آنکه آنها هم مانند تو قضا می خوردند و در میان کوچه و بازار راه می رفتند، و ما بعضی از شما بندگان را سبب آزمایش بعضی دیگر می گردانیم، چنانچه انبیا را به امت و امت را به انبیا، یا فقیر را به غنی و غنی را به فقیر امتحان می کنیم که آیا صبر در طاعت خواهید کرد؟ و پروردگار تو به احوال و اعمال همه خلق آگاه است. و آنان که امید لقای ما را نداشتند گفتند چرا فرشتگان بر ما نازل نشدند یا چرا ما خدا را به چشم نمی بینیم؟ همانا آنان در حق خیش راه تکبر و نخوت پیش گرفته و به سرکشی و طغیان شدید شتافتند. روزی که فرشتگان را ببینند مجرمان در آن روز بشارتی از فرشته نیافته، بلکه به آنها گویند محروم و ممنوع باشی. و ما توجه به اعمال فاسد بی خلوص و حقیقت آنها کرده و همه را باطل و نابود می گردانی. به هر حال اهل بهشت در آن روز مسکن و مفری بهتر و آرامش و خوابگاهی نیکوتر از این دوزخیان خواهند داشت. و یاد کن روزی را که آسمان با ابر از هم شکافته و فرشتگان با سرعت تمام به امر حق فرود آیند. پادشاهی به حق در آن روز خاص خدای رحمان است و بر کافران که محکوم به دوزخند روز بسیار سختی خواهد بود. و روزی که مردم ظالم پست دست حسرت را به دندان گرفته و گویند ای کاش من در دنیا با رسول حق راه دوستی و طاعت پیش می گرفتم، وای بر من ای کاش که فلان مرد کافر و رفیق فاسق را دوست نمی گرفتم که رفاقت او از پیروی قرآن و رسول حق
مرا محروم ساخت و گمراه گردانید. آری دوستی شیطان برای انسان مایه خذلان و گمراهی است. در آن روز رسول به شکوه است در پیشگاه خداوند و عرض کند: بار الها، امت من پیرو کافران شدند. و همچنین برای هر پیغمبری دشمنی از جنس بدکاران امتش قرار دادیم. تنها خدای تو برای هدایت و نصرت و یاری تو کفایت است. و باز کافران جاهل به اعتراض گفتند که چرا این قرآن یک جمله برای رسول نازل شد؟ تا ما تو را به آن دلارام کنیم و بدین سبب آیات خود را برای تو مرتب به ترتیبی روشن فرستادیم و کافران بر تو هیچ مسئله باطل نیاورند مگر آنکه ما در مقابل برای تو سخن حق را و با بهترین بیان پاسخ آنها آریم. آنان که به رو در آتش دوزخ وارد شوند به بدترین مکان شتافته و سخت‌ترین راه ضلالت را یافتند. و همانا ما به موسی کتاب تورات را عطا کردیم و برادرش هارون را وزیر او قرار دادیم. آنگاه موسی و هارون را گفتیم که رو به جانب آن قوم که آیات ما را تکذیب کردند کنید که ما آنها را سخت هلاک می‌گردانیم. و نیز قوم نوح چون رسولان حق را تکذیب کردند، ما آنها را به طوفان هلاک سپردیم و آیت عبرت مردم ساختیم و برای ستمکاران عذاب دردناک مهیا گردانیدیم. و نیز قوم عاد و ثمود و طوایف دیگر و بسیاری بین اینها همه را به کیفر کردارشان هلاک کردیم. و ما برای هر یک از این طوایف مثلها زدیم و بعد همه را به کلی هلاک ساختیم. در اینجا سوره فرقان تا آیه 37 آن به پایان می رسد. در نوار 17 دنباله سوره فرقان را از آیه 38 آن برای شما قرائت خواهیم کرد. به امید پروردگار بزرگ.